سلام خسته نباشید. سلامت باشین، زنده باشین خاله. مانده نباشید. سلامت. خوش آمدین به افغانستان. خوش باشین. نامتان؟ خالدر بیگ. نفهمیدم. خال محمد. خال محمد. بله. چطور هستین؟ سلامت باشید. هست. دیپورت شدی؟ حالا بله، دیپورت. تازه دیپورت شدی؟ تازه دیپورت. همین بایکاس خودت هست؟ بله بله. چی وقت دیپورت شدی؟ پنج روز بعد من اینجا، پنج روز شش روز میشه من تازه اینجا رسیدم. یعنی پنج روز قبل خودت دیپورت شدی تازه رسیدی؟ تازه رسیدم. چی وقت ایران رفته بودی؟ دو سال میشه. یعنی غیر قانونی قاچاقی رفته بودی؟ بله بله قانونی. فامیلی یا تنها؟ من زن بچه من خودم از بابا مادر من اینا کلش اونجا هستن. من خودم زن بچه من اینجا بودم. من خانواده من اینجا هستم. دیگه بقیه خانواده من اونجا هستن. من کار میکردم سر چی بودم اینجوری آمد مرا شب گرفت گفت که با خاطر چی می من گفتم من چی کار کردم پشت غریبی آمدم پشت یک لقمه نان باز مرا گفت زد گوتک زد چی کرد اذیت کرد دیگه من اینجا آمدم با خاطر خودت هم دیپور شدی هم لتو کوب شدی هم مورد اذیت قرار گرفتی بله بدل از اینکه غیر قانونی وارد شده بودی بله بله واقعا بسیار دردناک است جای تاسف است افسوس به حال ما افغان ها جوانای ما به دلایل مختلف یک دلیل خاصش یک دلیل عمدهش فقر و بیچارگی و بیکاری است که به دلیل فقر و بیچارگی به دلیل نبود کار میرن پناه میبرن به کشورهای همسایه بخصوص همین کشور ایران لات کوب میشن رد مرز میشن توهین میشن تحقیر میشن زخمی میشن کشته میشن واقعا جای تاسف است و خودت چی کار میکردی بعد چو میکردم ماشتانه به وقت میداد ماشتانه بعضیاش میداد بعضیاش نمیداد چند سال زندگی کردی در ایران دو سال دو سال زندگی کردی بله. دو سال قبل خودت قاچاقی رفته بودی بله بله قاچاقی رفتم بله دمی دو سال به جز از اینکه خودت لات کوب شدی دمی اواخر پنج روز قبل دیپورت شدی به جز از این چگونه رفتارشان چگونه بود دستاهی کاری رفتارشان چگونه بود نه چیزی گناه نبود من گفتم من که اومدم اینجا با خاطر یک لقمه نان شما در چی میگین گفت وطن ما را شما خراب کردین خب من گفتم اگه وطن شما را خراب کردین مرزتون را ببندین من چی گناه کردم من شما را کدام پشت دادم کدام اذیت کردم بگو جواب شما را بدم مرز را نخواستن ببندن اما دمی مرز چندین نفر کشته و زخمی شد 3000 نفر به 3000 نفر در رابطه با می آب دشی زیر پای نم جامعه قرار هم جامعه ملت افغانستان استراد کلانه بشن است بپام که درد دل ملت افغانستان یک روزی بعدی از 3000 نفر یک دامتره سالن تیر فکر کو که سر به سر خواه کده چهار روز پنج روز دوری از زندانی میکنه دا اونجا اینا او خود چی مانده اینا نمانه که این ملت در بدر از بخت یعنی باید پیشروش گرفته شوه و جلوگیری شوه اگر پاسپور میتی آزادانه برا و پاسپور نمیتی تا قاچاقی نمانه دی روز ما روز شنبه خبر شدم 300 نفر افغانی را تیرباران کرده واقعا خوب پدر جان در رابطه با می 300 نفر که تیرباران شده چی گفتنی داری میشه پایان بیاین نظرتان داشته باشیم گفتنی ما چی دارم دست ما چی میه ایرا کالاناج ایرا جور کنه از دست ما چی ساخته نیست اما بعد از این باید جلوگیری شوی قسم رویدادها از بختی را تو ببین یک سال دامی تیرا 3000 نفر در اونجا خواب کنه ایرا قضاوت خودتان بکنیم دیگه واقعا حق رد مرز کردن داشتن بدل از اینکه ما غیر قانونی وارد می شدیم این ما افغان ها غیر قانونی وارد می شدن بدل از اینکه پول نداشتن که ویزا بگیرن و غیر قانونی وارد می شدن گناه از اینا بود که یعنی غیر قانونی وارد می شدن اما حق کشته شدن نداشتن یک کیلو بامیه چند است یک کیلو بامیه پول افغانی یک لگ افغانی یک کیلو بانجان رومی پینجا پدر جان روز هزارها افغان روز هزارها جوان دیپورت می شد باید در اکب شود دیگه او تا سالونه چی که نفر دیگه جای دیگه باشه واقعا خب افغانستان کل ریخت در اونجا صدها هزارها جوان ها در کشور ایران پناه بردن کار می کردن بدل فقر و بیچارگی و نبود کار در افغانستان اما حق دیپورت کردن نداشتن حق کشتن نداشتن حق کشتن نداشتن حق کشتن نداشتن خب چرا تیرباران کرد تیرباران کرده که نشد
هر چقدر جلو گیری کرد یعنی جلوش گرفتن دیوال زد نشد سیمی خردار گرفت نشد امر چپک داخلی خاک ایران شد حالا مجبور شد یعنی یک کشور اسلامی حق قتل عام داره به نام اسلام است به نام اسلام است یک رویداد غیر یک رفتار غیر اسلامی یک رفتار غیر انسانی میلین یک استان پارس است من یک افغانی را یک مسجد سما ندیدم یک نماز خواندن ندیدم او چه رقم اسلام است من نماز خواندن نمیمانه مسجد گرفتن نمیمانه بنا اگر یک زرام حس مسلمانی در وجودشان می بود یعنی به دین اسلام احترام می داشتن قتل عام نمی کردن جوان ها را قتل عام خود اونا یک سلامت باشین پدر جان پیامتان چی؟ خیر باشین سلامت پیامتان چی؟ پیام دامی است که همه جوان ها بدون مدرک نروه اونجا بدون پاسپورت نروه با مدرک هم دیپورت میکنن بدبخ میشن واقعا سلامت باشین میزنه قطی تیر میزنه حرفی بد میزنه مادری پدری خواری دو میزنه توهین و تحقیر زیاد شدن افغان ها حتی به قتل رسیدن قتل رسیدن هم روز شنبی روز یک شنبی گذشته 300 افغانی مرده تیر بران کرده جای تاسف است واقعا سلامت باشی پدر زنده باشی.